خوش آمدید آقای مرسی موفقزاده عزیز، دوست قدیمی. تشکر. ما به ایشون میگیم اموسفند. ایشون من از سال برای نزدیکی قلب ها و نزدیکی قلب من، ایشون از سال 1989 که به لس آنجلس آمدم افتخار آشنایی با ایشون رو داشتم، با خانواده ایشون رو، و از اون زمان همبستگی های زیادی با هم پیدا کردیم. حمایت ایشون رو همیشه برخوردار بودم و خیلی زیاد از ایشون آموختم. توسط ایشون با آقای شاملو آشنا شدم که مهمان شما بودن، و روحشان و روانشان شاد. خیلی خوش آمدید. محبت میکنید. درود میفرستم به شما عزیزانی که وقتتون رو میدید و تجربیتی هم من با شما در میذارم و فرصت رو این عزیزم دوست دیرین من در اختیار من میگذاره و این شانس برای من، سپاسگزارم. شانس برای ما هستش آقای اسفندیار موفقزاده، و فکر میکنم شانس برای بسیاری از نسل امروزی ها که عاشقانه دنبال میکنن کارهای شما رو، و ما میبینیم در شبکه های اجتماعی و هر آنچه که رژیم تلاش کردش که در حقیقت دیروزی ها رو و اثرات جاودانه دیروزی ها رو حذف بکنه، این پررنگتر شد، به ویژه در نسل جدید، نسل کنجکاو و کاوشگر و چالشگر جدید که میخواست بدون هویتش چیه، گذشتش چیه، موسیقی، هنرش و ارزش‌های اجتماعیش چه بوده. خب برگردیم به اون زمان. شما گذشته از آهنگ متن فیلم های در حقیقت به یاد ماندنی مثل همین قیصر که پخش کردیم، آهنگ ترانه های بسیار زیبا و به یاد ماندنی و اعتراضی انقلابی مثل جمعه کودکانه، مثل شبانه یک، شبانه دو و مرد تنها رضا موتوری. خب متاسفانه فرصت کم هستش. دلم میخواست یه فرصتی بود 2-3 ساعته که من بتونم دونه دونه این آهنگ ها رو پخش، ترانه ها رو پخش بکنم، و در حقیقت برای هر کدوم از این ترانه ها و آهنگ هایی که مثلث شهریار قنبری و اسفندیار منفردزاده و فرهاد نازنین روان شاد که میگویند در سال 50 این مثلث واقعا یک انقلاب به وجود بود، یک حادثه، یک انفجار ترانه‌سازی در سالهای 50 بود، ازتون سوال بکنم و بگم که واقعا انگیزه شما چه بود، پیامی که میخواستید به مخاطبتون بدین در اون زمان، در اون دوران چه بود و چه تأثیراتی داشت. خب حالا از مرد تنها شروع بکنیم. بسیار خوب. خب مرد تنها رو فرهاد اجرا میکنه. آگاه هستیم که فرهاد در اون زمان قبل از اجرای این ترانه مرد تنها تجربه خوبی در فارسی خواندن نداشت و دوست نمی داشت که دیگه فارسی بخونه. در کافه‌ای به نام کوچینی با بلاکتس، دیسکو کوچینی یا کافه کوچینی با گروه بلاکتس، شهرام و شهبال شپره و شمعی زاده و آقای منوچهر اسلامی گویا، بله، ترومپت می‌زدن ایشون، یادشون بخیر، اونجا بودند و این برنامه مرد تنهای رضا موتوری رو شما و آقای مسعود کیمیایی که از دوستان دوران نوجوانی شما بودن، بله؟ بله، دقیقا 11 سالگی. 11 سالگی، سابقه دراز تا 25 سالگی که اون کار کردیم، بله. یکی علاقمند به فیلمسازی و یکی علاقمند به موسیقی، و این در حقیقت complementary relationship به قولی. و شما بودید که به سراغ فرهاد میرید. میخواین قصه شو تعریف کنید برامون؟ خب کوتاه بگم، وقت زیاد اگرم دوستان میدونن، مثلا عاشق بودیم واقعا، علاقه کوچولو نه، باید عاشق بود تا به اون چی که میخوایی برسید تو هر زمینه، و من و کیمیایی عاشق، و اونقدر که گفتم باعث خنده شاید باشه، بعد هم نباشه لبخند بزنیم. در 16 سالگی من به مادرم، یه خونه داشتیم ما، خونه همه دور تا دور اتاق خونه، همه توی یه خونه زندگی میکنم، اصرار میکردم به مادرم که به پدر تا میگفتم گفت برو بچه. به مادر که میگفتم، خب مادر مهربونتره طبیعتا، میگفتش که آخی فلان، بعد میگفتم بفروش خونه رو، این خونه رو بفروشید، ما میخوای فیلم بسازیم. اینقدر اعتقاد داشتین به کارتون، عشق دیگه، بچه 16 سالم بود من، کیمیایی همین تو 16 سالش بود، عاشق این کار بودیم دیگه، و این عشق به هر حال هموار کرد، یعنی ادامه دادیم، سرد نشدیم، هی آتشین‌تر. جوانایی که جای نوه من هستن تماس میگیرن میپرسن، میگن فقط عاشق باشید تا لذت به تا برسید،
جز این نمیشه رسید به اون چیزی که میخوای. عاشق هر هدفی که داری. حالا بعد میگه چه جوری فرهاد رو قانع کردین؟ آره خب فرهاد همین اتفاقا شهبال عزیزم کمک کرد. حالا مختصر بگم فرهاد با آقای زنیات کسمایی از مدیر دوبلاژ‌های خوب سینما ایران بود. ایشون برای مای فیر لیدی بانوی زیبای من ترجمه شده بود. میخواستن که این آوازات خونده بشه، ایرانی خونده بشه. فرهاد رو میبره که بخونه. فرهاد میدونم شنیدم که تو رو دربارسی رفته خونده ولی نمیدونسته چیه و خونده و دوست نداشت اینا رو. خب تجربه بدی داشت از فارسی خوندن و کمان که تا موقعی که زنده بود میتونست اینا رو پخش کنه، تکثیر کنه، پخش کنه، ولی دوست نداشت پخش کنه و فکر میکنم خانم گلفام که همسر ایشون بودن میدونستن که ایشون دوست نداره، ولی با وجود این بعد از میتونست این کارها توی بگیم موزه فرهاد، خونه فرهاد، یادگار فرهاد باشه برای شنیدن. کدوم کارا؟ کاری که با هم کردیم؟ نه کارهایی که برای فیلم بانوی زیبای من بانوی کرد. زیبا کرد. اگه یه جو شانس داشتیم و بده، واقعا بده. خب شوخی هم میکردیم با فرهاد که بد بود. نه ایرانی بود، نه هیچ چیز درستی نداشت و بد بود. چون به طور کلی میگن اصلا به طور کلی فیلم هم یک اقتباسی از فیلم از سناریوی غربی بود و هنرپیشه اول این بانوی خب هنرپیشه اولش هم فارسی ایرانی نبوده بود. نه ایرانی که اصلا فیلم غیر ایرانی بود، عاشقانه بوده، مثلث عاشقانه ای بوده. نه اصلا کیفیت فیلم مطرح نیست. خواندن فرهاد مطلوب فرهاد نبود. قصد خوندن فارسی نداشت و شهبال عزیز رو خب با هم کار میکردیم. قیصر و شهبال عزیز کمک های او باعث شد نوازنده ها رو شهبال کمک میکرد به من که بیان و اجرا کنن. اونم در گوشی به همشون میگفت درست انگار میخواد هروئین بگیر از اینا. ممنوعیتی بود که نوازنده های ارکستر سیمفونیک نباید برن خال تور به اصطلاح برن بیرون برای کسی بزنن. بقیه آهنگساز ها این شانس رو داشتن در تلویزیون و رادیو بودند و امکان خوشبختانه امکان دسترسی به ارکستر خوب داشتن. من باید شهبال عزیز کمک میکرد، لیست میدادم، خواهش میکردم، در گوشی به نوازنده ها میگفت و نوازنده ها میبادن برای اجرا. همیشه هم روز جمعه چون بقیه روزا نمیشد. خب همونجا بود که من از شهبال بعد از قیصر رضا موتوری این پروژه موسیقی متن سینما برای سینما رو من اولین کس نبودم. این همیشه باید بگم برای اینکه زنده یاد استاد مرتضی حنانه اولین کار کرد و این حیفه که اشتباه بشه با اینکه من انگار من کردم. بله من موفق شدم ولی قبل از من 1346 اگه اشتباه نکنم برای فیلم ساحل انتظار استاد حنانه موسیقی نوشت و به نظر من به حقوق چی بگم به احساس ایشون تجاوز شد. برای اینکه 15 دقیقه از موسیقی ایشون استفاده کردن برای فیلم، بقیه این بده. تنها فیلم بود که ایشون موسیقی متن نوشتن یا فیلم از اینجا شروع میشه. بعد البته بعد نوشتند و ولی این فیلم بقیه فیلم رو صفحه از صفحات فیلم های دیگه کلاسیک انواع موسیقی ها همون سالادی که بی ربط بود با فیلم ها برای که هزینه نداشت ارزون بود بقیه رو از اون گذاشتن و مردم هم بی تفاوت واقعا چون این حرفه جا نیفتاده بود. من با قیصر در واقع حتی فیلم دوم ما بود با کیمیایی. اولین فیلم بیگانه بیا بود، یه فیلمی که باز به زبان فارسی بود اما فضای فیلم اصلا ایرانی نبود، آشنا با میانگین مردمان ایران نبود، اصلا به فرهنگ ایران ربطی نداشت. داستانم یک عشق مثلث بود که اینقدر ساخته شده این تم به شکل‌های مختلف و کیمیایی اینو ساخت. با هم تو سینما بودیم، گفتم هیچ منتقدی یا منقدی به این صراحت نمیتونه آدم ها رو آدم مثل کیمیایی رو و دنبالش من عوض کنه. توی سالن نشستیم، کسی نمیشناخت کیمیایی رو یا من رو. عکس العمل مردم رو دیدیم که یعنی اگه ما اونجا بودیم میدونستم ما رو میزدن. دوست نداشتن خب برای اینکه هیچ جوری نمیخوند ارتباطی با اون ارزشای فرهنگی هیچیش. بله حتی اگه فیلم روی یوتیوب اینجا باید باشه حتی تشییع جنازه‌ای که میشه ایرانی نیست، آمبولانس مسیحیه و تابوت مسیح. چرا؟ برای که اسیر فرمالیسم بودیم ما و تمام هم مقامون این بود که خارجی پسند باشه، اصلا به ایران کاری نداشتیم. اتفاقا اینجا بد نیست همینجا بگم بلک کتسی که شهبال عزیز میدونه کار میکردن
یک جور کار فارسی اصلا بد بود، بیشتر آهنگای ری چارلز و آهنگای آره فرهاد و اون خوندنش. نه منظوری که فارسی خوندن سبک بده، چی میگن کوچیک بود برای اینکه آن فارسی بخونن، نمیخوندن. حتی وقتی که فرهاد موفق شد، نه مرد تنها رضا مطیری که جمعه در واقع وقتی موفق شد، تازه مردم یا بخشی از مردم به مرد تنها توجه کردن و طبیعی بود که در نایت کلاب یا دیسکوی کوچینی فرهاد ساز میزد، میخواستن ازش که بخونه و بند اونو نمیزد، تنها میشست با پیانو یا گیتار میزد و میخوند و همین باعث شد که از بلاکتس فرهاد رفت بیرون و رفت تنها کلوپاترا و جاهای دیگه تنهایی نشست و زد و به حال شناخته شده بود و راحت بود، دیگه نیازی نداشت بند حتی داشته بشه، به تنهایی کارش کرد. میخوام بگم ایرانی یه جوری مثل پزشک در ایران بودن، همه پزشک خارجی بس که خیلی امتیاز داشت و حالا که هم اومدیم بیرون برعکس، حالا میگن همین دنبال پزشک ایرانی. ولی بعد روی کرد ناگهان چرخش پیدا میکنه و بعد میره به ساختن فیلمی مثل فیلم قیصر، که در حقیقت از ارزش‌های سنتی فرهنگی ایران بلند میشه و بعد مسئله قتل ناموسی اونجا در حقیقت شکل میگیره، یعنی نورافکن روی اون قتل ناموسی میفته. سنت یعنی سنت فرهنگ سنتی موج میزن درست نقطه مقابل بیگانه بیا، استقبالی که از این داستان میشه، یعنی در حقیقت ارتباطی که مردم پیدا میکنن، آشنا مردم اینو خوب شناختن، درک کردن. گفتم که من آلمان بودم بعد از فیلم رفته بودم کیمیایی نامه نوشت که پاشو بیا، که سنت بود کلا مخملی ها یا اصلا بینندگان فیلم در برای سینما یه پاکت تخمه میخریدن میرفتن سینما. برای من نوشت بیا ببین در خروجی مولانروش روبروی من کوچه منزل کیمیایی بود، گفت بیا نیسی بیا ببین که آدم ها میان از سینما بیمون، پاکت تخمه پر دستشون، صورت خیس عشق، وقت نکردن تخمه رو بخورن. خب این جذب اون جادویه. برگردیم به فیلم مرد تنها. خب یک هنجار شکنی در اون در حقیقت فیلم میشه، برای اینکه قبل از اون همیشه در حقیقت ترانه ها با صدای یه نفر دیگه خوانده میشده، در این حال به طور کلی موزیک متن با آواز یعنی پخش نمیشده، این خودش یه هنجار شکنی بوده. آره این کارو میتونم بگم، من موزیک متن رو در واقع موسیقی متن سینما رو استاد هنانه پایه‌گذاری کرد. من با قیصر کار دومم موفق شدم. کار سوم من که رضا مطیری بود و شعر بسیار به نظر من زیبا و و بسیار متفاوت، خود کلام و شعر زیبا و اوزان وزن شعر و همه این ترکیب شعر رو نگاه کنید، کار آسونی هم نبود برای موسیقی روی اون نوشتن و اجرا کردن و خب استثنایی بود به نظر من، خیلی دوست داشتم. و این کار برای اولین بار در سینما ایران ترانه با صدای خودت بود بدون اینکه آوازخوان در صحنه باشه، چون هر موسیقی که مجری در تصویر دیده شه اسمش موسیقی متن نیست. حالا از این اشتباهات در کتاب آقای جمال امید و دیگران فرهنگ سینما نوشتن، به خطا می نویسن، فرض کن مثلا اون تاری که تو فرض کنیم فیلم گاف نشسته تو سر بند میزنه، اون وقتی میزنه این موسیقی متن نیست، یا ترانه ای که ایرج میخونه فردین لب میزنه این موسیقی متن نیست. عقب بریم فیلم دختر رول تمام که ترانه بوده و خواننده در صحنه است لب میزنه و چیز میگه، اینا موسیقی متن نیست، ولی تو اون فرهنگ نوشتن که موسیقی متن از اون تاریخی خب نیست. حالا این اشتباهی است که اتاق فرمان آقای مشکنیار عزیز این تیکه رو که ما از فیلم رضا مطیری داریم مرد تنها رو پخش بکنیم، اشاره به صحبتی که اسفند عزیز کرد روی ترانه. با صدای بی صدا مثل یک کوه بلند، مثل یک خواب کوتاه، یه مرد بود یه مرد، با دستای چشمای محروم
بله، صحبت از این بودش که آیا این ربطی به قصه مایسیا کوچولو داشت و اسفند عزیز داشت توضیح میداد. این ربط در واقع بعدی بود که قصه مایسیا کوچولو توسط کانون پرورش فکری کودکان و جوانان تکثیر شد، اجرا شد، تکثیر شد و موسیقی رو من همین تم رو استفاده کردم و اونجا از این استفاده کردم که این زندگی اون زندگی مبارزاتی اون رو چی میگن جلوه‌ای بدم و تاییدی بکنم از این کارا و از اونجاست که این فکر میاد. ولی رضا موتوری این فیلم ربطی نداشت به سرگذشته اون بزرگوار. بله، در رابطه در یک نشستی که با دوستان بودیم شما صحبت کردین در رابطه با سانسور، با سانسور آن زمان و در حقیقت اشاره شد به فیلم به ترانه نماز. بله، که بعدا تبدیل شد به نیاز. میخوایی توضیح کوچیک در این زمینه؟ آره دقیقا. این خب هنوز انقلاب اسلامی نشده و شما فکر کنید که من نمازم تو رو هر روز دیدنه. این باز کلام زیبای شهریار بزرگوار، این شعر واقعا زیبای عاشقانه. خب چند نوبت شهریار رو همینجور و تعیین کننده آقای خسرولاوی همینجور، من رو همینجور دو سه بار بردن از این خانه هایی که خانه های خالی سرد و اینکه بازجو یا بازپرس میگفت شما قوم رو به هم ریختید. یعنی انقدر مذهبیون در ساواک نفوذ داشت؟ نمیشه گفت در ساواک، انقدر رعایت مذهب میشد که مبادا خم به ابروش بیاد. خب این رعایت شدن به اون رونق داد که رشد کنه و توی انقلاب صاحب نارضایی های مردم بشه و سمت و سو بده به طرف حکومت اسلامی. و اونجا من نمیخواستم نیاز بشه، اتفاقا همون باعث شد که من قطع رابطه با فریدون فروغی و رامش عزیز کردم که نباید این کارو میکردن. موسیقی بدون آواز دست من بود، ندادم بهشون، رفتن توی رادیو و خب ممکن بود راه داشت و این کارو کردن. این کلمه نیاز رو بدون رضایت شهریار قنبری و من این کارو کردند. آیا قدرت سانسور، یعنی اگه ما یه مقایسه در حقیقت سریع بکنیم بین شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اون زمان و امروز، در این معادله شما چه نظری داریم؟ خب اون موقع به نظر من سانسور یا ممیزی کارها ایدئولوژیک نبود اون گونه که امروز هست. ممیزی ایدئولوژیک خیلی بیرحمه و توجیه شده، به ویژه پایه ایدئولوژی که به قدرت رسیده اسلام شیعه ایرانی باشه که مقبول همه است، میپسندن. بنابراین آسون هست این متر شیعه اسلام ایرانی رو تاکید میکنم جلو گذاشت و اندازه‌گیری کرد و گفت نه و مردم باهاش میگن نه. اینه که اون موقع آسون تر بود، نه اینکه سانسور نبود، بود، ممیزی بود، ولی اینقدر بیرحم و خشن نبود. کما اینکه ما این کارهایی که کردیم اومد منتشر شد. همینجا بگم من یه جمهوری خواه بودم و هستم و هوادار پادشاهی نبودم و نیستم، اما یاد گرفتم حق هر کس هست هر چی دوست داره بپسنده رعایت کنه به شرطی که سرکوب نشه، نشیم هیچ کس و زندان رو اینا تعطیل بشه. امیدوارم اینجا بگم که هیچ کس رو پیش از انقلاب، هیچ کس رو که در ترانه کار کرده باشه، کلام یا شعر گفته باشه، آهنگ ساخته باشه یا خونده باشه، هیچ کس رو به این دلیل بازداشت نکردن و نگرفتن. اما سال 1353 کوتاه بگم، دو سه نفر از شعرهای عزیز و بزرگوار ترانه اینها برای مجموعه کارهایی که روشنه، کارهای بگیم به نام کارهای معترض همه میشناختن و اثر گذاشته بود، اینها رو سه چهار روز تهدید کردن، گرفتن سه چهار روز نگه داشتن، تعهد گرفتن دیگه اون چی که تا امروز، یعنی برای مجموعه کارهایی که کرده بودن که گفتن دیگه نمی کنید این کار. ولی زندانی شدن یا بردن اینها می کنم به بوی گندم با صدای داروش. بله. اگر که اتاق فرمان محبت کنن این ترانه رو پخش بکنن که خب گفته میشه که هم آقای داریوش و هم ترانه سراش و هم آهنگسازش و همه رو به زندان بردن. نگاه میکنیم به این بوی گندم اگر که آماده هستش. شهر تو شهر فرنگ، آدماش ترم قبار،
شهر دعا همه گنبداش طلا تن تو مثل تبر تن من ریشه سر تپشه عکسه قرد. بله شهر تو شهر فرنگ آدماش ترم قبا، شهر من شهر دعا همه گنبداش طلا، مزامین مذهبی. خب بله بله، این در واقع تکیه به فرهنگ سنتی داره که مقبوله، ولی از همین تکیهگاه شهریار عزیز و همه هنرها این کارو کردن، تکیه میکنن به فرهنگ مقبول، اعتراض میکنن به ناهنجاری ها. خب میشه گفت خود این کار، فرض کن فیلم قیصر که من و حال اگر اعتباری باشه از اونجاست، همیشه هم گفتم اگر دوباره این فیلم بخواد ساخته شه، من به من پیشنهاد موسیقیش بشه، من شریک جرم این کار نمیشم. شریک جرم نمیشم. چرا؟ برای که این داستان که ساخته شد کاری نداریم، که مستند بود، این فیلم مستند نبود، اتفاق افتاده بود در بازارچه‌ای در همون خیابون ری، یک برادری به اصطلاح فاسق خواهرش رو کشت، رفت زندان، هنوز حکومت اسلامی نیست، دادگستری قبل از انقلاب عرض میکنم، 6 تا 7 ماه موند آزاد شد، قاتل آزاد شد، قتل ناموسی، قاتل آزاد شد، با سلام و صلوات اصطلاحاً اومد تو محلش، گوسفند کشتن جلوی پاش، تا تای بازارچه هم لاتولوژی ها دنبالش را رفتن و سینه شو داد جلو. این داستان بود، پایه‌ای بود برای اینکه این داستان ها ساخته شد. بنابراین فیلم قیصر باعث نشد که چاقوکشی مد بشه. بعد آخه یه اینجوری سورا اصلا گشاد بزن. نمادی از ارزش های تنشین شده یه فرهنگی رو متجلی میکنه، ولی برگردیم که باید این... نقد میشد. من حرفم اینجاست. درسته. چرا نقد میشد؟ اینکه دختری که بهش تجاوز شده تو اون فرهنگ، تو اون سنت، دیگه زندگی نمیکنه، باید خودکشی کنه، برای که دختر گناهی نداره، اشتباهی نکرده، یک رابطه عاطفی انسانی احتمالاً داشته، این چرا باید نتونه توی محل زندگی کنه؟ معلومه که خودکشی میکنه، چون فرهنگ اینو میکشه هر روز اگه خودشو نکشه. اینجا نکته ایست که باید نقد میشد. روشن فکری اون روز به هر دلیلی که نمیدونم کم آورد، ندید این رو، موجه دید. چرا؟ برای که فرهنگ جاری بود، اصلا شاید موجه هم برای بعضی روشن فکری مثل آقای آل احمد، حالا بگیم برای اون تیپ آدم موجه بوده. بله. دختر خوب خودکشی. برگردیم به سوال، همون سوال در رابطه با بله. همین داریوش و بله. آقای باروجان، مثل اینکه این بله بله. ساخته بودن. بله زیبا، بله بله باروجان و شهریار قنبری عزیز. بله. بله. این هم ادعی هستن که به زندان رفتن به خاطر این، اگه شما خبر ندارید. خب ببینید، زندان اتفاقا خب در پاسخ به مسئله که شما بله درسته زندان درسته. من میگم کسی رو برای هیچ کار معین نگرفتن زندان، کار بازجویی کنن نه. بله. و منم که رفتم اون تو برای یه داستانی که کار ازش بیخبر بودم، اون گل سرخی که یک برنامه با شما خواهم داشت که تمام اینا رو بحث بکنیم و گفتگو کنیم. کوتاه سخن این که 3 یا 4 روز این دوستان شاعر این کار رو برای مجموعه کارهایی که تا سال 53 کرده بودن که نکنید دیگه این کارو، و از این به بعدم بیرون ما میتونستیم ضبط کنیم بدون که رادیو تلویزیون امضای بخوام از آقای دکتر نیرسینا و دیگران. آقای دکتر نیرسینا رفت هزار فرهنگونر اونجا، حواله شدن همه برن اونجا و رفتن. از اون طرف میگفتن، یک آقای مصاحبه میکرد با داریوش عزیز که اون در واقع میگفت شما 6 ماه زندان بودید. داریوش آخه یه کسی که 6 ماه زندان بوده در ایران، آدمی مثل داریوش شناخته شده، حالا علت توی کوچیک من میگم، آقای بهنژاد بیشتر میدونن این موضوع، میره زندان، یکی هست کنارش که زندانی باید بگه کدوم زندان، کدوم بند، کجا؟ اگر بگه انفرادی 6 ماه بودم، آخه 6 ماه انفرادی رو هیچ کس رو نگه نمیدارن، مگر اینکه خیلی خطرناک باشه و حرفاشو مثلا لو نداده گروه فرام. داریوش تفلک آوازخوان خوبی بود، بسیارم دوست داشتنی، و اینو دلیلی نداشت 6 ماه در انفرادی، اگر عمومی بوده با کی بوده، یه همسلولش همبندش، بنابراین علتش چیز دیگری بود که بعد مجبورش کردند رسول رستاخیز دو تا شعر ششم طلایه‌داران و ششم بهمن 1353
دو تا ترانه باید مجبورش کردن. من نمیگم چرا خوندم. هم شهریار رو؟ نه شهریار نه. ایرج جنتی عطایی شعرش رو گفت. زنده یاد بابک بیات ساخت. کارام قشنگ بوده ها. از حق نباید گذشت. و داریوش عزیز خوند اینو. رسول رستاخیز ششم بهمن 1153 در متن و ثنای شاه. و طلایه داران. و طلایه داره بله. خب کاری بود. به نظر من حتی فشار به یک آرتیست کتک الزاما نیست. یک تلفن تهدید میتونه اعصاب من رو متشنج کنه و تن بدم. چون به ما هم اون موقع به شهریار هم و به من هم گفتند دوستانی که اینجا هم هستن بعضیا پدر شهریار نجات داد شهریار رو از این فشار و من هم با یه ترفندی که دوست عزیزمون آقای سماکار شاهدن خود آقای سماکار ناجی من بود تو این پروژه گفتم گرفتار موسیقی متن فیلمای کانون هستم و وقت ندارم در رفتم از زیرش اگر این ترفند نمی گرفت نمیدونستم با آقای دادرس هرمز آیرون بازجو سربازجو این پروژه حالا ماجرای گل سرخی چی میشد نمیدونم ولی اگر من این کارو کرده بودم باز میگفتم من به این دلیل کردم طاقت نداشتم کتک بخورم یا هرچی بعدش آدم قصه های دیگه بسازه نادرست خب این خوب نیست به در جنبندی شما معتقد هستید که هیچ ترانه سرا و آهنگسازی رو در دنیای قبل از انقلاب در اجتماع قبل در سیاست قبل از انقلاب در دوره قبل از انقلاب به خاطر ترانه سازی ترانه مشخص یعنی یک ترانه ساخته میشه بس فرض کنیم ساواک اون دوره دوست نداره باید همون موقع بگیره یک ماه بعد نه اینکه بذاره 4 سال بعد و بعد ترانه های بسیار اعتراضی ترانه های بسیار اعتراضی مثل همون جمعه ها مثل شبانه یک شبانه دو شاملو که یه دقیقه توضیح آره اینها دوره خوش دکونا بزه کوچه ها تاریکن دکونا بسته است اینا دوره دوران خوش اختناق بزه دوره خوش اختناق آره خب اختناق بود میگفتن اختناق ولی کم بود دوران خوش بود کم اختناق یعنی آزادی سیاسی نبود بقیه آزادی ها بود آزادی اجتماعی بود و ما امثال من شاگرد معلمانم پیشکسوتان ما می‌خواستیم بیشتر داشته باشیم من آزادی‌های سیاسی رو دوست داشتم دوست داشتم چرا برای که معتقد بودم و هنوز تنها آرزوی من اینه که زندان سیاسی تعطیل بشه نه. یعنی اون موقع هم همین اصلا پروژه گل سرخی و کرامت اون چیزی که طرحی که بابت اون یه دهی کشته شدن و زندان شدن این بود که زندانیا رو آزاد کنن زندانی سیاسی رو نه لاتوتی های زندانی بله خوشبختی مردم اون زمان این بودش که یک مجموعه‌ای وجود داشت دوران اون زمان یعنی به طور کلی به حال و هوای سیاسی اجتماعی دنیا و خود ایران در یک در حقیقت جریان متفاوتی با امروز در حقیقت میچرخید در اون زمان یه عده خالقه عده آفریننده در کنار هم جمع میشن فضا با تمام اختناقش خوش اختناق بوده یعنی اجازه فعالیت و تولید رو به هنرمندانی چون اسفندیار منفذاده شهریار قنبری و فرهاد واروژان ایرج جنتی عطایی ادران سرفراز و بسیاری از این دوستان که در حقیقت آهنگ ها و ترانه های خلق کردن که ماندنی و ابدی است و بعد و از نظر جنبه اعتراضی و استعاره ای دست میزدن به آن چیزی که واقعا فکر میکردن که باید نکتیز حمله شون باشه و کسی جلوشون رو نگرفت امروز من چون دوستان دیگه هم هستن امروز شما یه مسئله بسیار بسیار مهمی رو نقد کردید و اون این بودش که آنچه که به نمایش آمد مثل فرزن فیلم قیصر فیلم های این چنینی مورد نقد و بررسی و بازسازی ذهنی قرار نگرفت ما آنچه که در جامعه وجود داشت رو آینه‌گونگی کردیم تکرار و پذیرفتیم و ادامهش گفتم اون سیاهی هایی رو که من از آموزگاران یاد گرفته بودم و اعتراض کردم بهش و کوچه ها باریکن دیوارم نفت کشه آره. طلایه‌داران انقلاب اسلامی دقیقا میگم قبول داشتن همون حرفا رو اونا اینها مجموعه سیاه نمایی های اغراق‌آمیز شاعرانه اون زمان بود کار ما رفت توی انبان و کارنامه یعنی اهرمی شد برای سوء استفاده از اونها من خیال اون نشتم ولی جوری که سمبولیک وقتی هنر سمبولیک حرف میزنه
اینی که این سمبول ها معنا داد، آقای خمینی موافق بود با تمام اون چیزایی که ما گفتیم. بله، چون که اصلا هم مزامین مذهبی داشت هم فرهنگی سنتی داشت. خودش رفت سوار همین شد. بله. و قدرت رو گرفت، حکومت اسلامیش رو انداخت و ما همه حیرت زده. من که 3 ماه و نیم بعد از انقلاب خداحافظی کردم، با تمام کارنامه اومدم بیرون، تنها کاری که میتونستم بکنم همین اعتصاب بود. ولی نکته جالب و ماندنیش این هستش که آنچه گفته شد، ترانه هایی که ساخته شد، آهنگ هایی که ساخته شد، در حقیقت اعتراضاتی که شد در رابطه با فضای اختناق آن زمان، امروز مصداق پیدا میکنه. امروز هست که مصداق پیدا بزرگ... و امروز هست برای همین نسل جوان تمام این ترانه ها رو با پشت و پشت استخوانش میطلبه و رسوبات اون روز در ذهن جوان امروز در حقیقت پویا مانده. از حضور دسوان جان در این برنامه بسیار بسیار سپاسگزارم. باعث افتخار من بود. انشالله بار دیگه بتونیم، واقعا چون خیلی خلاصه صحبت کردیم، من سوال بسیار دارم، پرسش بسیار دارم. من هستم از این فرصت زیبا و خوبی که در اختیارم میذارید. ممنونت هستم. ممنون شما که آمدید. بسیار عزیزم.